اهداف یادگیری. بعد از این ویدیو شما با دارایی‌های نهایی آشنا میشید و میتونید صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و سهام خصوصی رو توضیح بدید. هر دوی اینها دارایی‌های نهایی هستند. در ادامه کلاس‌های دارایی نهایی مثل صندوق‌های تأمین رو به شما معرفی می‌کنیم. غیر از دنیای سهام و اوراق قرضه سنتی، روش‌های متعددی هستند که فرصت‌هایی رو برای تنوع بخشی به سبد در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. به این روش‌های غیر سنتی اصطلاحاً دارایی‌های جایگزین میگن که میتونه شامل املاک و مستغلات، کالا، هنر و عتیقجات باشه. و یا میتونه شامل واسطه‌های سرمایه‌گذاری باشه که در زمینه‌های خاص و محدود فعالیت می‌کنن، مثل صندوق‌های تأمینی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سهام خصوصی. هدف این کلاس دارایی خاص رسیدن به بازده‌های غیر همبسته یا مدیریت فوق تخصصی و خلاصی از نظارت‌های قانونی. ما تعریف این کلاس دارایی، دلایل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین و ریسک‌های موجود رو همراه با جزئیاتش توضیح می‌دیم. از مثال‌های املاک و مستغلات، فلزات گرانبها و صندوق‌های تأمین استفاده می‌کنیم تا شما رو با تعدادی از مفاهیم دارایی‌های جایگزین آشنا بکنیم. دارایی‌های جایگزین دقیقاً چی هستند؟ کلاس دارایی جایگزین تعریف ساده و روونی داره که میتونه شامل دسته‌بندی‌های متعددی باشه. برای مثال، کالا میتونه شامل فلزات، محصولات کشاورزی و بسیاری از دارایی‌های واقعی باشه، مثل املاک و مستغلات، عتیقجات کمیاب، آثار هنری و حتی دارایی‌های مالی مثل اوراق بهادار اضطراری. این دارایی‌ها همگی از این لحاظ متمایزن که بازدهشون کاملاً متفاوت از بازده کلاس‌های دارایی ساده‌تر مثل اوراق قرضه و سهام. مثلا از طلا به عنوان یک ارزش ذخیره، پوششی در برابر تورم یا بی‌ثباتی شدید در اقتصاد کلان استفاده شده. در مقابل، املاک و مستغلات یک کلاس دارایی معروف‌تر و سنتی‌تره. و یک حوزه جالب برای سرمایه گذاریه به این دلیل که بازده این کلاس دارایی اغلب با بازارهای سهام و اوراق قرضه هم بستگی نداره. اما به دلیل سهولت دسترسی به تأمین مالی و اهرم، فعالیت‌های سفته‌بازی در املاک و مستغلات زیاده. استفاده بیش از حد از اهرم در تعدادی از کلاس‌های دارایی میتونه باعث ایجاد حباب بشه، به طوری که یکی از دلایل بحران سال 2008 در آمریکا وجود حباب در ارزش املاک و مستغلات این کشور بود. یک مدیر سرمایه گذاری خبره که بتونه بازارها رو زمان بندی کنه یا استراتژی‌های معکوس رو پیاده کنه، میتونه از این بحران‌ها به نفع خودش استفاده کنه. به عبارت دیگه، آثار هنری کمیاب، عتیقجات و هنر هم دارایی‌های جایگزین هستند. اینها اغلب با ارزش سهام ارتباط دارند، اما از اونجایی که گردش نقدی ندارن و عرضه عمومی نمیشن، تردید زیادی در مورد ارزش‌گذاری اونها وجود داره. همچنین تردید زیادی در مورد اطلاعات مرتبط با این دارایی‌ها وجود داره و اطلاعاتشون بسیار نامتقارنه. پس ریسک‌های زیادی در کلاس دارایی جایگزین وجود داره که با ریسک‌های موجود در سهام عمومی و سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فرق دارن.
همچنین کلاس‌های دارایی جایگزین شامل سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که از لحاظ مفهومی سرمایه‌گذاری در سهام هستند، اما خصوصی‌اند و در مراحل مختلفی از چرخه فعالیت شرکت به جریان گذاشته می‌شوند. و همینطور سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو دارید که تجارت شروع کسب و کارهای جدید و مدل‌های تجاری اثبات نشده است. سهام خصوصی رو دارین که اغلب کسب و کارهای بالغ رو پوشش میده یا بازسازی میکنه، یا اینکه آلفای عملیاتی رو اضافه میکنه و یا ضریب اهرمی زیادی رو وارد میکنه، و بعداً صندوقهای تأمینی رو دارید که غالباً روی سرمایه گذاری در بازارهای نقدی کار میکنه. مشخصه یه تعدادی از این سرمایه گذاری ها افقهای زمانی بسیار بلند مدت، معامله در بازار خصوصی و داشتن بازده‌های نامتقارنه. مثلا در سرمایه‌گذاری خطرپذیر از هر 10 سرمایه‌گذاری 8 تاشون با شکست مواجه میشن. اما دوتایی که موفق میشن سرمایه اولیه رو صدها برابر میکنن. سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تنهایی انواع مختلفی داره. وقتی همه چیز در حد نظره، شما در مرحله بذر اولیه سرمایه گذاری خطرپذیر هستید. بعد وارد مرحله اولیه میشید که ممکنه چند نفر کارمند رو هم شامل بشه. بعد میرسید به مرحله میزانسن یا تأمین مالی که ممکنه با قرض و قول همراه باشه. و مرحله آخر. پس سرمایه گذاری خطرپذیر به تنهایی مراحل مختلفی داره. مطلب مهمی که باید بدونید اینه که رسیدن به بازده یا خارج کردن سرمایه در این موارد میتونه بسیار زمانبر باشه. ریسک‌ها خیلی زیادن و مؤسسان شرکت‌ها معمولاً در بازارهای نامشخص، محصولات نامشخص، خدمات نامشخص و گاهی حتی در مکان‌های نامشخص وارد فعالیت میشن. واسطه های بعدی سرمایه گذاری خصوصی صندوق های تأمینی هستند. فعالیت اونها بسیار متفاوت از سرمایه گذاری خطرپذیره. این تفاوت در نوع استراتژی هایی که در کلاس های دارایی نقدی به کار میبرن. صندوق های تأمینی در کلاس های دارایی یا بیرون از این کلاس ها فعالیت میکنن. میتونن تأمین مالی بشن، هدفمند قرض میگیرن، از جاهای دیگه مطالبه میکنن. و موضوع اصلی که صندوق‌های تأمینی تلاش میکنن تا اونو ارتقا بدن، ایجاد بازده‌های مطلقه که میتونیم بهش آلفا هم بگیم. بعدن کمی بیشتر در موردش حرف میزنیم. تکنیک‌هایی که اونا استفاده می‌کنن شامل اهرم، پیش‌فروش کردن و مشتقاتی که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک عامل منفعه و صندوق‌های اوراق قرضه به سختی از عهده اونها برمیان و معمولاً خودشون رو درگیر این تکنیک‌ها نمی‌کنن. سرمایه‌گذاری در کلاس دارایی جایگزین در 10 سال گذشته به دلیل تقاضا برای منابع غیر همبسته بازده و دسترسی به مدیران خبره در سرمایه گذاری بیشتر شده. و باز هم همه چیز به بازده ختم میشه. تقاضا برای بازده مطلق. این نمودار عرضه و تقاضا برای سرمایه گذاری در دارایی های سنتی و جایگزین رو به شما نشون میده. می‌بینید که صندوق‌های سنتی مثل صندوق‌های اوراق قرضه و سهام بر کلاس دارایی برتری دارند. دارایی‌های جایگزین سهمی کوچک از این اعداد بزرگ رو دارند. اما می‌بینید که به مرور زمان مبلغ تخصیص داده شده به این صندوق‌ها به دلیل تقاضا برای دارایی‌های غیر همبسته و بازده‌های مطلق افزایش پیدا کرده. در بخش بعدی توضیح می‌دیم که چجوری این دارایی‌ها رو در سبد جا بدیم.